سلام خدمت مخاطبین عزیز رسانه ایران وایر، امیدوارم که خوب و خوش باشید. من سمانه قدرخان هستم، روزنامه نگار. امشب در خدمت جناب آقای حسین رئیسی هستیم، وکیل دادگستری و حقوقدان. میخوایم در مورد مسئله بسیار مهمی صحبت بکنیم، اون هم در واقع رسیدگی به شرایط خانواده های بازداشت شده هاست. سلام سلام، امیدوارم که هر جا که هستید در نهایت امنیت باشید. ما یک بار این لایو رو، خیلی عذر میخوام که مجبور شدم قطع کنم، ازش خارج بشیم دوباره برگردیم، آقای رئیسی رو نمیتونستیم. من دعوتنامه رو خدمتتون ارسال کردم، امیدوارم که بتونیم امشب باشیم. بله، ما آقای رئیسی رو داریم، فقط فکر کنم دوربینتون رو باید برگردونید. آقای رئیسی سلام مجدد. سلام میکنم خدمت شما و همه دوستان همراه. خیلی ممنون، مرسی، متشکرم از اینکه دعوت ما رو امشب قبول کردید. آقای حسین رئیسی عزیز، حقوقدان، وکیل دادگستری، ما امشب میخوایم در مورد موضوع خیلی مهمی صحبت بکنیم. با توجه به کندی اینترنت در ایران و فیلتر بودن اینستاگرام، من خود خیلی صحبت نمیکنم آقای رئیسی، فقط چون مردم اینجا از هر واقع وقتی که لایو رو شروع کردیم، من کامنت ها رو امشب برخلاف همیشه نمیبندم که سوال های مردم رو بتونم داشته باشم. از ابتدا در خصوص مسائل حقوقی نسبت به رسیدگی به وضع بازداشت شدگان میخوایم صحبت بکنیم. من سراپا گوش هستم. میپرسم اول که لایو رو شروع کردم پرسیده بودن راهکار میدون جنگ و ببینیم که باید کار بکنیم. ما میخوایم در مورد مسائل حقوقی صحبت بکنیم. گاهی صحبت شما قطع میشه و صدا مرتب نیست. من مجددا خدمت دوستان سلام میکنم. بله، من حسین رئیسی هستم، وکیل حقوق بشر در خدمت شما. فامیلی من رئیسیه، فامیلی ابراهیم رئیسی رئیسی نیست، چون رئیس و ساداتی است و ابراهیم رئیسی قاتل در حقیقت نسبتی نه با من نه با هیچ رئیسی دیگه داره و حتی فامیلی هم ایشون خراب کرده و باعث بدنامی نام فامیلی ما هم شده برای دوستانی که کامنت گذاشته بودن. و خیلی ممنونم که این فرصت رو فراهم کردید که امکان گفتگو در رابطه با راهکارهایی که مردم دارن در شرایط سخت و با توجه به این که پس از قتل بسیار بسیار بیرحمانه مهسا امینی، شرایط کشور ملتهب هست و در حقیقت انگیزه ای شده که مردم مطالبات خودشون را به خیابان بیارن. اول قبل از هر چیز من به نظرم میاد که باید در رابطه با این که مردم حق اعتراض دارن، حق برگزاری تجمع دارن، اشاره ای بکنم و بعد در این که و کسی که برای اعمال حقش داره کاری انجام میده آیا شایسته است که این شیوه سرکوب باش مواجه باشه یا نه، به این در واقع میپردازم اگه اجازه بدید. آره، مسئله حق اعتراض و حق تجمع و برگزاری تجمع یه حق بنیادین بشری است. از این نظر یه حق بنیادین بشری برای اینکه در اسناد متعدد حقوق بشر بین‌الملل اومده و جمهوری اسلامی هم اون اسناد را پذیرفته، بخش‌هایی از اون اسناد مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی را پذیرفته و حتی برای حوزه‌های مختلف در رابطه حقوق کار، حقوق معلمان و مسائل متعدد دیگه. از این رو و در قانون اساسی هم به صراحت این موضوع، این حق وارد شده به عنوان یک حق. وقتی صحبت از حق میکنیم اهمیتی نداره که الان ما با جمهوری اسلامی سر عناد داریم به دلیل اینکه حقوق زنان را سالهای سال هست که نادیده گرفته، پایمال کرده و روز به روز هم به خصوص از زمانی که دولت رئیسی به قدرت رسیده این شرایط را سخت‌تر کرده و نتیجهش هم این هست که الان در خیابان می‌بینیم. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که شهروند وقتی از دو راه باید مشارکت سیاسی خودش رو اعمال کنه در اداره امور کشور، یکی از طریق انتخابات و دیگه از طریق همه‌پرسی. وقتی این دو مسیر بسته میشه برای شهروند و نمیتونه قوانین ظالمانه رو تغییر بده، قانونی به نام قانون حجاب اجباری وارد کشور میشه. از همون ابتدای امری که وارد میشه هم زنان اعتراض میکنن. در همون سال اسفند 1357 و متوافق اون هر روز زنان مبارزه کردن برای این و این مبارزه استمرار داشته تا به امروز. الان همه ما متوجه این هستیم. اما این حق وقتی که در حقیقت نمی اعتراض میکنه، یعنی اینکه به این قانون ناعادلانه اعتراض داره. این قانون مبتنی بر مسائل
شریعت اسلامی که حالا حکومت اونو اعمال داره میکنه. من نمیخوام بگم قرائت متعدد وجود داره، نه، هر تو هر قرائتی تو هر نوع برداشت از دین حجاب وجود داره و حجاب اگرچه ما میتونیم در موردش حرف بزنیم ولی اهمیتی نداره. اینجا ما مثلا من اساسا حجاب نیست، ما مثلا من حق، یه حقی هست که شهروند به خود زنان نباید در معرض تبعیض باشن و اگر در معرض تبعیض قرار گرفتن و قانونی وجود داره که اونا رو در معرض تبعیض قرار میده که ما به طور سیستماتیک این قوانین رو داریم و میتونیم لیست کنیم، حق اعتراض دارن. حق اعتراض از طریق در واقع رفراندوم، شرکت در رفراندوم و یا تلاش برای تغییر قوانین، هر دو تا اتفاق مربوط هست به حکومت. حکومت راه رفراندوم رو مسدود کرده، راههایی که زنان تا به حال مثل کمپین یه میلیون امضا، مثل تلاش های متعدد دیگری که انجام دادن برای رفع تبعیض هم به انسداد رسیده و حکومت نه تنها عقب ننشسته بلکه شدیدتر است. بعد در کنار اون حکومت نه تنها از همون قانونی که خودش تصویب میکنه تبعیت نمیکنه بلکه فراتر میره. از این رو خب راه دیگه باقی نمیمونه برای اعتراض جز خیابان. خیابان جایی است که مردم اعمال سیاست، مشارکت سیاسی میکنن در اداره کشور، فریاد میزنن و این یه حقه. این حق هست که هم قانون اساسی به رسمیت شناخته، هم اسناد بین‌المللی حقوق بشر، و شهروند حق اعتراض داره، حق برگزاری تجمع غیر مسلحانه داره، نیاز به مجوز نداره. و وقتی این حق میخواد اعمال بشه، پلیس و حکومت باید مراقبت کنن از این حق، یعنی بیان و اجازه بدن بدون اینکه توجه داشته باشن مردم شعارشون چی است. شعار مردم برای پلیس به هیچ وجه نباید اهمیت داشته باشه و پلیس وظیفش همین امنیت است. وقتی پلیس وظیفه خودش انجام نمیده، شهروند حق داره در واقع که به اعمال حقش ادامه بده و هیچ چیزی نمیتونه مانع شهروندان بشه برای اعمال حقش، حق خودش، حتی پلیس. و خب در اینجا ما به رسمیت شناختن این حق مواجه هستیم و خب ممکنه حکومت بگه منم حق دارم که امنیت رو ایجاد کنم. نه، شما حق داری امنیت برای شهروند ایجاد کنی، نه برای خودت به صرف. حق تامین امنیت برای شهروند چی هست؟ این که اجازه بدی اعتراض کنه و ممانعت کنی از این که کسی مزاحمت برای برگزار کنندگان تجمعات داشته، مثلا همون گروه های خودسر، گروه های خودجوش، گروه هایی که اسمشون حزب اللهی بوده، چماقدارهایی که همیشه داشتن و دارن، لباس شخصی هایی که میان برهم بزنن تجمعات رو. پلیس وظیفش اونه، دستگاه امنیت وظیفش اونه. وقتی این در واقع این حق شهروند هست که مراقبت بشه. بنابراین در همین جا من اینو خلاصه میکنم که ما الان با این حق مواجه هستیم و این حق رو باید حمایت کنیم. درسته. آقای رئیسی عزیز، الان سوالی که مردم دارن اینه که توی این شرایط چجوری میشه از خانواده های بازداشت شده ها حمایت کرد، چجوری بازداشت شده ها حمایت کرد، چه راهکارهای حقوقی خانواده ها به کجا میتونن مراجعه بکنن، و در واقع هم در واقع لایو رو ما معرفی کردیم، موضوعی که میخوام در موردش در صحبت کنیم بیشتر الان تمرکز اون باشه و اصلا هست که لطفاً اصل موضوع در موردش صحبت بکنیم که بتونن راهکاری چه کمکی ما میتونیم بکنیم الان. بله، خب بعد از اون مقدمه که عرض کردم، اینجا در واقع باید بیام سراغ این که خب حالا شهروند اومده حق اعتراض خودش رو اعمال کنه، دستگیر میشه و مورد ضرب و شتم قرار میگیره، مورد ستم قرار میگیره و بازداشت میشه. در فرضی که بازداشت میشن شهروندان، جوانان امروزه، و مایه تاسف هست که آدم مواجه هست با چنین رفتارهایی از سوی حاکمیت سرزمین خودش، خب حقوق از لحظه ابتدا حقوق متهم باید رعایت بشه. خب طبیعی است که ما انتظار نداریم رعایت بشه. ممکنه شهروندان این سوال کنن خب با مثلا داشتن وکیل یا با اطلاع از این موضوع چه کمکی به ما میشه؟ اونا که کار خودشون در صورت میکنن. بله، اونا در صورت کار خودشون میکنن، اما بی تاثیر نیست. تشکیل پرونده نهایتا اونها دیگه دهه 60 نیست که اونا بتونن در تاریکی هر کاری انجام بدن و ما نتونیم هم از طریق خود پروندهشون هم نتونیم کاری انجام بدیم. و ضمناً سیستم هم کاملا یک دست نیست، ما اینو توجه داشته باشیم. بعضیشون میترسن و ممکنه کوتاه بیان، بعضیشون ممکن علاقه داشته باشن در درونشون، بعضیشون ممکنه مجبور باشن. بنابراین ما با توجه داشته باشیم اونها هم یک دست نیستن. بنابراین لازم است که ما
آگاه باشیم. وقتی آگاه باشیم دو تا اتفاق میفته، یکی این که استرس ما کاهش پیدا میکنه، دوم این که همون شجاعتی که در مبارزه وجود داره برای رفع تبعیض، برای رسیدن به حقوق، همون شجاعت در بازجویی ها هم بروز میکنه. وقتی آگاهیم نسبت به مسائلی که ما باید نسبت بهش آگاهی داشته باشیم، وقتی کاملا اطلاع نداریم، بازجو، دستگاه امنیتی و دادسرا و بازپرس میتونن هر رفتاری انجام بدن و با مقاومت شما مواجه نشن. اگرچه پشت درهای بسته است، اگرچه باز هم ممکنه همه اتفاقات بیفته، ولی هر کسی که بازداشت شد به این معنی نیست که دیگه دسترسی به بیرون نداره، برای همیشه اونجا نگهداری میشه. نه، اگه قرار بود به تعبیر دوست خوبمون آقای مصطفی نیلی وکیل دادگستری، اگه قرار بود اونجا همه نگهداری کنن، نوبت به آدمای جدید نمیرسید. بنابراین ناچار هستن که یک جوری ظاهر رو نگه دارن و در یه حدی. البته ما باید توجه داشته باشیم بازداشت های دست جمعی یه حالتی داره، بازداشت های فردی هم یک حالت. اون چیزی که ابتدا لازمه بگم، این چیزی که حکومت و نیروی امنیتی الان تارگت کردن، هدف قرار دارن و دنبال میکنن، ساختن افرادی یا دنبال کردن افرادی که اینا تصور میکنن لیدرهای تظاهرات هستن، لیدرهای در واقع اعتراضات هستن. اونها میخوان از هر کسی که احیانا داره شروع میکنه به شعار دادن یه لیدر بسازن. این در واقع لیدرسازی برای متهمسازی سنگین تر هست. این حواسمون باشه، یه کسی میخواد به عنوان لیدر بیاد در واقع دستگیرش کنن، یعنی میخوان اتهامات سنگینتر متوجهش کنن و بتونن شدیدتر سرکوب کنن و تصورشون این هست که میتونن راه را کاملا ببندن. اگه نکته داری تا اینجا بفهمید که من دیگه تحقیم مردم توی این شرایط اولی که چشید میده که نیروهای امنیتی میخوان این کار رو بکنن، یعنی هیچ نکته هایی هست توی صحبت ما میتونین این نکته رو به مردم بگید اگر این جمله منظورشون اینه مردم چجوری میتونن جلوگیری بکنن که توی اعدام بیفتن؟ واقعیتش اینه که یک راه روشن و مشخص وجود نداره. ممکنه فقط لازمه این کار این هست که مطلع باشیم، نیروهایی که میان نفوذ میکنن توی جمع ها را شناسایی کنیم و اونها هستن و از اونها دوری داشته باشیم و بر اساس در واقع یک نحوی قدم برداریم که این امکان را برای اونها فراهم نکنیم که بخوان لیدر سازی بکنن از هر یک از حتی اونایی که لیدر هستن، نتونن به عنوان لیدر بازداشتشون کنن. از این نظر حواسمون جمع باشه وقتی وارد افرادی که وارد تجمعات میشن و وقتی که میخوان این کار انجام بدن. این از لحظه بازداشت میشه متوجه شد، به این ترتیب که اونها اولین کاری که میکنن این که سعی کنن در واقع اتهامات به عنوان برگزار کننده تجمعات به اصطلاح اونها غیر قانونی جلو. وقتی این رو در واقع مطرح میکنن، اگه مطرح کردن شما متهمی به اجتماع و تبانی و برای برگزاری تظاهرات غیرقانونی، در واقع اینا هدفشون این است. اتهاماتی که این نظام متوجه میتونن بکنن، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمعات غیرقانونی، ممکنه اتهامات تخریب، آتش زدن و حمله کردن به مامورین و از این قبیل موضوعات ردیف کنن. همه این اتهامات میتونن مطرح کنن. در مقابل همه اینا ابتدا شهروندان این حق دارن که سکوت کنن. مهمترین قسمت قضیه سکوت و پاسخ ندادن به بازجوها. و ازشون اگرچه ما میدونیم که اونها به شما اجازه نمیدن که فوراً دسترسی داشته باشید به وکیل، ولی میتونید بگید که من وکیل خودم میخوام در حضور وکیل خودم صحبت کنم. این اولا دو تا اتفاق میفته، یک گفتگوی بین شما سر میگیره و اونا ممکنه عصبانی بشن. اگه عصبانی شدن حوصله کنید و بذارید یه مقدارم عصبانی باشن، برای اینکه تمرکز از اونا گرفته میشه. دوم اینکه این سبب میشه که شما مسلط بشید به رفتار خودتون، چون لازمه به رفتار خودت مسلط بشید. اگه مسلط نباشی ممکنه هر چیزی بنویسی یا هر چیزی که اونا خواستن جواب بدی. استرس شدیدی به آدم وارد میشه. ولی وقتی میگی من حق دارم فوراً به خانوادم در تماس قرار بگیرم،
هر کسی تو خیابان دستگیر میشه باید فوراً در اولین فرصت حق داشته باشه با خانواده‌اش تماس بگیره. این حق رو بخواید و میتونید به هیچ چیز سوالی پاسخ ندید، بگید من به دو شرط حاضرم پاسخ بدم. یک اینکه اولا با خانواده‌ام تماس بگیرم، این حق من است که با خانواده‌ام تماس بگیرم. دوم اینکه حتما باید با حضور وکیلم باشه و نیروهای امنیتی حق ندارن بازجویی کنن. این البته معمولا به اصطلاح عامیانه تو کت مامورا نمیره که مامور حق نداره بازجویی کنه، فقط مقام قضایی حق داره بازجویی کنه. و ولی وقتی که شروع میکنن به بازجویی کردن، اگر هرچی پاسخهایی کوتاه‌تر داده بشه، بازجویی ها باید در فضایی باشه که دستبند به دست شخص نباشه، شخص چشم‌بند نداشته باشه، پشت به دیوار ننشه، رو به دیوار اونو قرار نداده باشن، با بازجویی رو ببینه و اصرار کنید که در حضور مقام قضایی باشه. اگر بنابراین در شرایط بعدی مثل چشم‌بند، مثل شرایطی که دستبند به دست شخص هست، حق ندارن بازجویی انجام بدن. این مهم هست که همون ابتدا وقتی که بگید که من این رو میدونم و من تو این شرایط شما نمیتونید، یا حتی اگر شرایط روحی نامساعدی دارید، مثل اینکه استرس خیلی شدید غالب شده، بگید من الان شرایط روحی پاسخ دادن به این سوالات را ندارم و میخوام که با یه وکیل اول حرف بزنم تا صحبت کنم. و اونجا ممکنه بگم که وکیل مادیست 48 رو به شما معرفی میکنه، چون متاسفانه تو به قانون قوه قضاییه اومده یه امتیاز برای خودش قائل شده که تو این مراحل باید حتما وکیل ماده تفسیری ماده 48 قانون آیندازی کیفری باشه. اینجا شما این حق دارید که بگید من وکیل قوه قضاییه رو نمیخوام و وکیل خودم میخوام، به خانواده‌ام بگم که یه وکیل برای من انتخاب کنن بفرستن. اینجوری شما هم وقت اونا رو تلف میکنید و هم به خودتون مسلط میشید و اصرار باشه روی این موضوع و مجبورن اینو عمل کنن. اگه عمل نکردن، اولین باری که سوالشون نوشتم که معمولا می نویسن، چون الان تعداد بازداشتی ها زیاده هست، این کار رو می کنن یا فرم هایی می دن دست که خودتون بنویسید. اگه پرسیدن بیوگرافی خودتون بنویسید، بیوگرافی رو نباید بنویسید. اونا حق ندارن که از شما بیوگرافی در مورد موضوعات خصوصیتون بنویسید. ولی خیلی کوتاه خودتون رو فقط معرفی میکنید، من کی هستم. دیگه تو حوزه حریم خصوصی شما نه اونا اجازه دارن بپرسن، ولی فرم دارن میپرسن دوستای نزدیکتون رو معرفی کنید، نام اعضای خانوادتون بنویسید، آخرین بار شغلتون کجا بوده، محل کارهای مختلف، آدرسایی که تا حالا بودید، همه اینا رو ممکنه بپرسن که اینا حق ندارن تا به قانون بپرسن. همونجا مقاومت میکنید. اینجا این چند نکته اولیه هست که برای شروع نمیتونن. اگه احیانا شما رو شکنجه کردن، بلافاصله اونجا می‌نویسید من در سر به علت مثلا شکنجه، به علت این رفتارتون، که شکنجه به شکنجه مهم نیست، شکنجه جسمی باشه، شکنجه روحی، اگر هر یا حتی اگه مریض هستید، داروی به شما نرسیده یا نیاز به داروی و درمان دارید، اگر از نظر روحی توانایی برخورد با این موضوع ندارید، میتونید همینا رو بنویسید، من در این شرایط هستم و من الان نمیتونم چیزی را بنویسم. بنابراین کوتاه نوشتن و تلاش کردن، از اینکه من حتی سکوت دارم، نمیتونم سکوت کنم و الان نمیتونم حرف بزنم، اگر که مسلط به موضوع نیستید، اونا اصرار بکنن که شما باید اطلاع به ما بدید کی شما رو معرفی کرده از بیرون، کی با شما در اینها رو وقتی بگید که شما حق ندارید در این موضوعات خصوصی با ما سوال بکنید. ولی بعضی وقتا ممکن دسترسی داشته باشن به موبایل شما یا کامپیوتر شما و اطلاعاتی از اونا داشته باشن و در اون شرایط هم اولین حرف این هست، بهترین حرف این هست که من اتهام رو انکار میکنم، ولی اونها وظیفه دارن که اتهام رو توضیح بدن. اگر گفتن شما متهم هستی به شرکت در تجمع غیرقانونی، باید بگید تجمع غیرقانونی رو برای من تعریف کنید چی هست. ما یه قانون اساسی نگفته همه شهروندان حق دارن در تجمعات مسالمت آمیز شرکت کنن. ما که مسلحانه نیومدیم خیابون، بنابراین این حق من بوده و من اومدم به خیابون، بنابراین این اتهام بی ربط است و شما اول روشن کنید موضوع، یا اتهام تبلیغ علیه نظام. خب اگه میگه تبلیغ علیه نظام، میگه خیلی خوب نظام رو تعریف کن، تبلیغ علیه نظام. و در ضمن باید
عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی، یعنی اینکه شما مدام شغلت این باشه که فعالیت تبلیغی کرده باشی که بتونن متهم بکنن. ولی یک پاسخ کوتاه که انکار، من قبول ندارم اتهامات، یا اتهامات تکرار کنید، من اتهامات رو قبول ندارم، و اگه توضیحی دارید می‌نویسید که من فقط برای اعتراض به، در اینجا خیلی خوبه، من برای اعتراض به یه عمل غیر قانونی که اتفاق افتاده و جان یک شهروند به خطر افتاده و گرفته شده به خیابان اومدم و این حق منه که وقتی رسیدگی عادلانه نسبت به قتل یک شهروند نشده، حق منه که اعتراض کنم. این حق، این اعتراض حق قانونی و حق مشروع من هست که انجام بدم، و بنابراین این شروع بحث است. درسته، مرسی از توضیحات خوبتون. در صورت اینکه وکیل دادگستری رو به متهم معرفی قبول نکنه، آیا متهم میتونه وکیل خودش رو انتخاب بکنه؟ و آیا وکلای حقوق بشری هستن که بتونن در واقع وکالت این افراد رو به عهده بگیرن؟ برای اینکه خیلی از دستگیر میشن، یعنی حتی قشری باشن که از وزارت قشر وسط جامعه هم امکان گرفتن حقوق رو نداشته باشن، و یا نهادهای مدنی هستن که به صورت دست جمعی بخوان بازداشت نکنن و بعد بگیرن؟ موضوع بسیار خوبی مطرح کردید، خیلی متشکر. به هر حال اونا حق دارن که بگن موکل خودمون میخوان، باید فشاری کنن روی این حق، و اگر دادگستری اصرار کنه که وکیل ماده 48 تفسیر ماده 48 معرفی میکنیم، نباید قبول کنیم، چون وکلای تفسیر ماده 48 وکلای هستن که باید تاییدی از رئیس قوه قضاییه بگیرن، و اونها وکلایی هستن که ما الان اسامیشون رو داریم در تهران، فقط 20 وکیل هست که به هیچ وجه نمیتونه به این حجم رسیدگی کنه، و این 20 وکیل وکیلی هستن که قابل اعتماد نیستن، به هیچ وجه قابل اعتماد نیستن. اگر شما مطلبی خصوصی باش مطرح کردی، بدون که میره با نیروی عملیاتی در جریان میذاره، و شما نمیتونید موضوع خصوصی خودت توی ملاقات به اون مطرح کنید. ولی اصرار کنید وقتی به ملاقات نکنید با وکیل که اونا انتخاب میکنن، محلش نذارید، حتی اگر تو دادگاه اومد بگید، همونجا صراحتا اعلام کنید که من چنین وکیلی رو نمیخوام، نه بهش اعتماد دارم، بنابراین مجبور هستن که بپذیرن که شما وکیل خودت را داشته باشی. خب این بخش اول. و در مورد قسمت دوم سوالتون، بله، بسیاری از همکاران وکیل در شهرستان‌های مختلف از جمله تهران اعلام آمادگی کردند که قبول می‌کنن وکالت رایگان هر یک از بازداشتی‌ها. خانواده‌ها لازم هست که در ارتباط قرار بگیرن با این دست از وکلا، که بعضی‌هاشون در توییتر، در اینستاگرام، در تلگرام، جای مختلف اعلام آمادگیشون رو اعلام کردن به صورت عمومی، و بعضی هاشون داریم ما کانکشن هاشون و میتونن این کار کنن. ولی در تهران مشخصا کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای تهران و در شهرستان ها وکلای حقوق بشری، اگر به هر ترتیب با هر یک از وکلای حقوق بشری به اصطلاح در تماس بشن، یا خودشون یا همکارانشون معرفی میکنن که به صورت رایگان وکیل کسانی که بازداشت شده بشن، و خانواده ها باید اینو در جریان باشن که این کار رو انجام بدن و سریع با وکلایی که اعلام آمدگی کردن در تماس بشن. و الان در تهران جمعی از وکلا هستن، از وکلای قدیمی میتونن از اونا جویا بشن که به کی مراجعه کنیم. این مهم هست که به وکیلی که آشنا باشه به مسائل حقوق بشر وکالت بدن، نه هر وکیلی، و وکیلی باشه که کاملا مورد اعتماد خودشون باشه، چون این میتونه سرنوشت پرونده رو در آینده رقم بزنه براشون. از این نظر ها از اهمیت هست. در شهرستان مختلف هم کانون وکلا وجود داره، به دایره معاضدت کانون وکلا یا کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در کانون وکلا مشهد، شیراز، تبریز، ارومیه، اردبیل، همدان، همه اونا میتونن مراجعه کنن و از اونها بخوان، تلفنشون رو سرچ کنن، پیدا میشه، به سادگی باشون در تماس قرار بگیرن و وکیل از این طریق به دست بیارن، به مراتب قابل اعتمادتر و راحتتر میتونن جلو. درسته. کامنت گذاشتن، از کجا بدونیم که وکیل دادگستری نیست و یک کامنت وکیل دادگستری؟ در حقیقت اسمشون اگه سرچ کنین، همه کانون های وکلای دادگستری در سراسر کشور
پلتفرم آنلاین دارن، تو پلتفرم‌ها لیست وکلا و آدرس و تلفنشون نوشته شده. اگر در اونجا هست، اگر مطمئن نیستن به کانون وکلا میتونن زنگ بزنن و بپرسن این شخص هست یا نیست. دفاتر کانون وکلا هم میدونن کیا وکلای حقوق بشری هستن کیا نیستن، یا کمیسیون های حقوق بشر میدونن که کیا در حوزه حقوق بشر میتونن فعالیت کنن. ما بارها وکیل حقوق بشر به طور رسمی در ایران نداریم متاسفانه، اما ما داریم وکلایی که این کار رو انجام میدن و علاقمند هستن این کار رو انجام میدن، و کافی هست که وکیلی باشه تو حوزه کیفری تخصص داشته باشه و آشنا باشه به این موازین و میتونه و قابل اعتماد باشه. اگر در اطراف خودتون کسی قابل اعتماد هست به همون مراجعه بشه، اگر نه میتونید برای اینکه مطمئن بشید که وکیل دادگستری هست از دفاتر کانون وکلا زنگ بزنید و بپرسید، یا آنلاین یه سرچ کوتاه انجام بدید، اسامی بالا میاد و مطمئن میشید که این شخص وکیل هست و آیا پروانه وکالت معتبر دارد یا ندارد، چون این موضوع مهم هست که حتما با دقت دنبال بشه. و سابقه طرف بسیار مهمه، اگر که شخصی باشه که سابقه فعالیت در این حوزه ها را نداشته باشه نباید بهش اعتماد کافی کرد، و اینکه اینجا میتونه در واقع اینو بعضیشون میان وارد میشن اینو معامله میخوان انجام بدن، آره اینو اعتراف کن، اونو قبول کن، اینو رد کن، من میتونم این کار انجام بدم، نه مطمئن باشه که بتونن محکم بیستن و انکار شما که این حق شماست که تو خیابون میرید شما کار خلاف قانون انجام ندادید رو دنبال کنن، این حائز اهمیت هست. درسته. یه سوالی دارم در مورد در واقع همین اعتراف گرفتن که شما صحبت کردین، به نظر مهمیه. اگر که اصلا افراد بازداشت شده اعتراف بگیرن و خانواده ها نسبت به افرادی که بازداشت شده اعتراف بگیرن، آیا این قانون میتونن، یعنی مثلا خانواده مجبور به اعتراف شده بکنن به بهانه این اعتراف بر مثلا فرزندتون، عضو خانوادهتون، شوهرتون زنش بکنید، کمک کنید زن اون، یا اینکه این اتفاق هست. و یه کامنتی اجازه نمیدن شما حرف بزنید، خودش میگیرن داخل این مورد قانون نداره، کسی هستم که بازداشت شده. موضوع بسیار مهمی است. خانواده ها باید حواسشون باشه به این موضوع که در دام بازی های امنیتی اطلاعاتی قرار نگیرن. بله ممکنه بیان امیدهای واهی بدن، بگن که شما بیاید این حرف رو بزنید ما به بچه تون کمک میکنید، نه این هیچ کمکی نمی کنه به اونها، بهتره که همراهی کنن. خانواده ها در وهله نخست اگر که با همدیگه هم متحد بشن و جلو دادسراها مراجعه کنن، اگه اطلاع ندارن از شرایط فرزندشون، اگر که نگران از شرایط فرزندشون به در تهران به دادسرای امنیت که در زندان اوین هست باید مراجعه بکنن، و در شهرستانهای دیگه هم به اگر دادسرای انقلاب وجود داره به دادسرای انقلاب، اگر نه به دادگستری شهرستان مراجعه کنن. دفتر دادگستری یک اتاق کامپیوتر داره که اگه اسم رو بدن باید بهشون بگن که این الان کجا هست، پرونده‌اش در چه شرایطی هست، اون و در کدام شعبه رسیدگی میشه. مهم است که این اطلاعات رو به دست بیارن، وقتی فهمیدن در کدام شعبه از بازپرسی یا دادیاری پرونده رسیدگی میشه، در اون لحظه در اونجا میتونن مراجعه میکنن مستقیم و فشار بیارن به اون مقام قضایی که شرایط فرزندشون رو بهشون بگه که در چه شرایطی هست و پرونده در چه شرایطی دنبال میشه و اونا میتونن چیکار کنن. و درباره قسمت دوم سوالم که دوستی مطرح کرده، بله ما امیدی نداریم که قانون به طور دقیق اجرا بشه، اما حرف از آگاهی خودمون میزنیم. این ولی همه اینها باید یه پرونده بشه، هرچی نوشتی باید امضا بشه، مراقب نوشته ها باید بود، وقتی می نویسی کوتاه‌ترین سوال پاسخ ممکن باید به سوال داده بشه و جای خالی بین سطور قرار ندید که چیزی بعدا بشه اضافه کرد، و همچنین
پایین همه امضای سخت خودتون رو بذارید که امکان کپی کردن امضا هم نباشه، چون این اهمیتش در جای دیگه هست، جایی که بعدا یه حکم سنگین بگیرید بعد بخواد تو دیوان عالی کشور بخواد بره مرجع تجدید نظر، اینجا دیگه وکیل میتونه کمک کنه رد پا بذارید، اگه شکنجه شدید رد پا بذارید، اگه بهتون اجازه ندادن درست حرف بزنید یه رد پا تو نوشته ها به کار ببرید بنویسید. ببخشید این رد پایی که میگید آقای رئیسی بگید چه صورت باشه، چطور میتونن رد پا بذارن، با چه واژه‌هایی رو استفاده بکنن که یه مثال جالبی میزنن، میگن که یک نفر داشت میرفت به اردوگاه کار اجباری شوروی سابق، به دوستش گفت اگر که نامه از طرف من اومد اگه به خط آبی بود یعنی همه چی اوکیه، اگه به خط قرمز بود من چیزی نوشتم یعنی منو مجبور کردن چیزی بنویسم، بعد اونم اولین بار میره و یه چیزی به خط با خودکار آبی مینویسه ولی آخرش میگه که اینجا خیلی همه چی عالیه، ما همه امکاناتی داریم، فقط تنها امکانی که نداریم که اینجا خودکار قرمز پیدا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی که اینا که با آبی دیدی هم من با خود یعنی به عنوان خودکار قرمز، یعنی همه چی رو وارونه تفسیر کن، یه رد پای خیلی روشن میذاره برای دوستش یا برای خانوادهش و از این نظر مشخص میکنه. حالا توی بازجویی هم همین موضوع مطرح هست، وقت به دلیل اینکه این اوراقی که از شما امضا میگیرن اوراق بازجویی بعدن میشه اوراقی که مستند پرونده برای محکومیت یا حکم براءت و برای تجدید نظر، برای فرجام خواهی، برای اعمال ماده 477 و حتی بعداً برای اینکه در مجامع بین المللی احیانا مطرح بشه، اینا همه باقی میمونه. از این نظر برای به جا گذاشتن رد پا اینه که اگر شما مورد بدرفتاری قرار گرفتید بنویسید که من مورد بدرفتاری قرار گرفتم، فقط بنویسید مورد بدرفتاری قرار گرفتم، اگر شکنجه شدید مورد شکنجه قرار گرفتم، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتم، من در شرایط مساعدی نیستم، اگه چشمند دارید میگی که من تا با چشمند الان در سلول انفرادی هستم، این شرایط، یا اگر موضوع مشخصی هست از قبل خودتون برای خودتون میتونید رمزگذاری کنید و دقت کنید که چه چیزی هست که بعداً بتونید به وکیلتون بگید به این نشون که در فلان بازجویی تاریخ بازجویی همه تاریخ داره حدودش هم یادتون بیاد میتونید بگید. این رد پا از این نظر مشخصا در مورد شکنجه، بدرفتاری و اینکه شما را در شرایط بدی قرار دادن و اینکه تحت فشار قرار دادن، اینکه به خصوص وقتی که مثلا اگه مأمور حضور داره در زمان بازپرسی که در حضور مقام قضایی هست، شما حق دارید بگید که مأمور نباید باشه، اگه اونها توجه نکردن شما می نویسید با توجه به اینکه مأمور در حال حاضر مأمور بازجویی من در اتاق بازجویی حضور دارد و من هرچی که اتهامات وارده را تکذیب می کنم، این دیگه رد پا میشه برای اینکه بعداً وکیل بیاد، چون طبق قانون هر بازجویی که تحت شرایط نامساعد گرفته شده باشه اعتبار نداره از نظر دلیل، ماده 60 قانون اندازه کیفری، درست قانون اجرا نمی کنن ولی یک جایی مجبورن اجرا کنن، وقتی که دیگه نوبت به تجدید نظر میرسه، وقتی که نوبت به این میرسه که بخواد یک رسیدگی عادلانه اتفاق بیفته که ما امید داریم که یک جایی حداقل یک وکیل یک، چون باز تاکید میکنم سیستم یک دست نیست و میشه یک رد پاهای از این قبیل گذاشت. و یک نکته دیگه من اشاره کنم، اگه شما رو مجبور کردن در مورد دیگران، همسایه، دوستتون بنویسید، تلاش کنید نه، اگر مجبور شدید بنویسید که تحت فشار هستید که در این رابطه بنویسید، این رد پا رو به جا بذارید، اونا حق ندارن در رابطه با امور خصوصی شما، امور خصوصی دیگران از شما سوالی بپرسن، و مشخصا وقتی که میگن اتهامت این هست، شما میپرسید منظور از این اتهام چیه، خودتون رو به این چیز بزنید، حالت بزنید که من نمیفهمم، برای من تفهیم نشد. یکی از راه رد پا هم اینه که من نمیفهمم معنیه، بنویسید من متوجه نشدم این اتهام یعنی چیه، این چرا این اتهام به من تفهیم شده، چگونه این تفهیم شده، چه دلیلی برای این تفهیم اتهام دارید، چون باید دلیل به شما ارائه بدن، باید اون توضیح بدن، دلیل ارائه بدن، وقتی ارائه ندن همین رو مینویسید و در حقیقت من نمیتوننم به همین طریق، اگه مجبور کردن همونجا بگید که مینویسید که من الان تحت فشار هستم که در مورد دیگری بنویسم یا امور خصوصی من را دارید سوال میپرسید،
این خیلی مهمه. ببینید تحت فشار هستم که در مورد دیگران یا امور خصوصی من، تحت فشار هستم که امور خصوصی من، مثلا در موبایل شما یه عکس شما با یک مرد یا با یک زن دیدن، حالا میخوان یه اتهام گندهتر اخلاقی هم برای شما وارد کنن، در اون حق نداره. اینا یه رد پا میذارید که در حقیقت بعدن بشه در مرحله تجدید نظر یا مرحله بالاتر بگید متهم مفهوم این موضوع براش مفهوم نبوده. بنابراین این بخش از اعترافات اگه اعترافی هم در کار هست، اعتبار قضایی برای صدور و تایید حکم محکومیت نداره. توجه، بازم تاکید میکنم ممکن اینا قانون رعایت نمیکنه، ولی همه جا چنین نیست. وقتی که اینها رو میدونید به شما قدرت و نیروی بیشتری میده که چگونه جلو برید. آقای رئیسی نوشتن که با چشم بسته امضا میگیرن. یه کامنت دیگه هم هست، گفتن که من نوشته بود به من گفتن فقط امضا کن و اسم پدرت رو هم مثلا فلانی فرزند فلانی به خواست خودم و تحت بودم که اعتراف. آره، این اتفاقا من یه تجربه خیلی جالب دارم. هر جا که متهم اینو نوشته بود، من اینو بزرگ کردم در مقابل دادگاه که این یعنی تحت فشار بوده. وقتی بازجو از شخصی چنین یادداشتی میگیره که من در شرایط آزاد بدون فشار این حرفا را زدم، یعنی شکنجه شده. بنویسید، ولی این یعنی شکنجه شده. این همه وکلا میدونن که این اولا حق ندارن چنین سوالی رو بپرسن و شما میتونید دیگه، اگرچه شما حق ندارید این سوال از من بپرسید، اگرچه این شرایط بازجویی نامساعد بود، ولی اگر مجبورید که حتما این رو بنویسید، اینم بنویسید. اتفاقا این یک نکته مهمه، ما اینو به عنوان رد پا میدونیم که شکنجه اتفاق افتاده. رد پا است که بدرفتاری اتفاق افتاده. و ولی وقتی که مثلا میاد ممکنه به شما نسبت بدن که یه چیز رو آتیش زدید، یه رهبری یک گروه کردید، گروه درست کردید، اینها عنوان های اتهامی سخته که میتونه مجازات های 10 سال و 5 سال زندان رو به تبعش داشته باشه. باید حواستون باشه که همه رو انکار کنید. وقتی به اونجا میرسه میگه نه، من هیچ کدوم از این مورد را قبول ندارم، هیچ دلیلی برای این ندارید. همیشه ازشون دلیل بخواید. دلیل اگر که بازپرس یا بازجو میگه من میدونم، من چک کردم، نیروهای ما میدونن، میگه اینا دلیل نیست. دلیل باید به قول معروف قابل لمس باشه، یا سندی، ویدئویی، هر چیزی باشه. اگه گفتن ویدئوهای فلان داریم و شما در مورد ویدئو همه بگید انکار کنید، و برای اینکه اثبات هر ویدئوی کار سختی که اونا بتونن اثبات کنن که قطعا این شما، قطعا این در کجا هست، برای اینکه ویدئو معمولا اثبات اینکه چه تاریخی هست، کجا ضبط شده، در کدام نقطه، از کدام شهر، کدام خیابان هست، همچین کار ساده ای نیست. به راحتی میشه انکارش کرد و نپذیرفت. پس زیر بار ویدیوها نرن. در واقع من میتونم این جنبندی رو بکنم صحبت شما. یه نفر دیگه نوشتن که برگه ها همه کنترل میشه، اگه اون متن مورد نظر خودش رو بنویسی اونقدر شده تا بنویسی اینجا باید چی کار بکنه. و به پایان دقیقه مونده. آره، اتفاقا این هم موضوع مهمیه که اشاره میکنن. اگر که با چشم‌بند امضا میگیرن یا فشار هست، یا باز اینجا بهترین کار اینه که یه رد پا بذاری و رها کنید. ما میدونیم که نمیشه مقاومت خیلی طولانی کرد، ولی یه مقاومت اولیه لازمه که با انرژی این کار انجام میگیره، و دومی که یه رد پا بذارید که من مثلا با چشم‌بند اینو امضا کردم، اگه یا مثلا من در شرایطی بودم که چشم‌بند داشتم امضا کردم، یک چیزی از این قبیل. اگر فشار آوردن و یا گفتن اینجا میمونید تا بی نهایت، تا هرچی ما گفتیم اعتراف کنید، مطمئن باشید نمیتونن طولانی مدت نگه دارن. اینا نه امکانشو دارن نه توانشو دارن که برای طولانی مدت و انفرادی یا شرایط سخت نگه دارن. مجبورن اونا کوتاه میان. این که بگن ما اینجا نگرد میداریم تا به حرف بیاید، خیلی هم خوبه، بگید نگه دارید، شما بهتر قبول نکنید، چون نمیتونن برای طولانی مدت اونجا نگه دارن. و همزمان خانواده از بیرون باید فشار بیارن. وقتی من خواهش میکنم خانواده ها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، خانواده ها دست جمعی در مقابل داستان ها وایستن، تجمع کنن و اصرار کنن برای شرایط فرزندانشون. از این نظر فشار از بیرون ما لازم داریم که اونها هم بتونن کوتاه بیان و شما در داخل
مورد شکنجه قرار نگیرید. اگر مشکل جسمی داشتید فوری بهشون بگید، بگید من مشکل جسمی دارم. اگه تحت فشار و ناچاری که یه چیزی رو بنویسید، به هر حال یک ردی، یه نوعی ردی باید به جا بذارید که بعدا میشه ازش استفاده کرد. و طولانی نویسی، این که تمجید دیگری بکنی، به این که حالا نامه تعهد ابراز پشیمانی هیچ کمکی نمیکنه به کسی، به هیچ وجه کمک نمیکنه. اینها فقط میخوان شما رو بشکنن و اونجا دقیقا اون شکستنه رو زیر بارش ندید که باعث عذاب وجدان خودتون در آینده میشه. و تلاش کنید که، و اونا نمیتونن، نه شکنجهشون نه رفتارشون برای همیشه، و به خصوص در این شرایط که تعداد بازداشتی‌ها زیاده نمیتونن ادامه بدن. شرایطی که بعد از کریزک به وجود اومده، اونها هم الان میترسن، اونها هم عقب نشینی میکنن. و اگر شما رو به زندانیای خطرناک وارد کردن، سعی کنید که اون رو فوراً به اطلاع بیرون برسونید که الان در باز شما رو به بندی که زندانیای خطرناک هست منتقل کردن. یکی از راههایی که شکنجه میکنن اینه که بفرستن در جمعی که زندانیایی که جرائم خطرناک داشتن، زندانیای خطرناک بفرستن. همون اتفاقی متاسفانه در کریزک هم رخ داد. مراقب این باشید، در اونجاست اولین فرصت باید به بیرون اطلاع بدید به هر ترتیب، یا مدام با همدیگه اعتراض کنید، یا یک دو نفر چند نفر اونجا که احیانا بتونی باشون ارتباط بگیری، با هم هماهنگ کنید و اعتراض کنید. اون همونجا رو هم به آشوب بکشید که شما رو نگه ندارن در اون شرایط با زندانیان خطرناک. خیلی ممنونم آقای رئیسی، تشکر که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. دوستان کامنت گذاشتن، گفتن که لایو رو سیو بکنید، ما لایو رو در صفحه ایران وایر سیو میکنیم. میگن صدای من قطع، من خیلی ازتون عذر میخوام، من فراغم هم قطع از پای لایف بلندشم تصویرم میخوام. کامنت ها زیاده، فقط میخوام به دوستان بگم که با کلمه در واقع ایران وایر سوالی دارید، میتونید برای ایران وایر بفرستید، وکلا سعی میکنن تا جایی ما سعی میکنیم که لایف ها بدیم. فردا هم لایف خواهیم داشت با آقای رئیسی، میخوام ازش قول بگیرم پس یک لایو حقوقی دیگه در خصوص با شما داشته باشیم. حتما حتما، اگه که سوالی از منم داشتن دایرکت توی همین اینستاگرام یا منو راحت میتونن پیدا کنن، تو شبکه‌های اجتماعی بفرستن، تو تلگرام به خصوص راحت میتونید پیدا کنید، و یا همینجا من با کمال میل هستم. صدای شما برای یک کمی قطع و وصل میشه، ولی خوبه که صدای من نمیشه. اما من ممنونم از این دوستان و از شما که امکان این گفتگو رو فراهم کردید، و امیدوارم که مفید باشه برای دوستان و به امید رهایی وطن. امیدوارم از اینجا ابراز همدردی میکنم با خانواده های عزیزی که عزیزانشون رو از دست دادن، بازداشت میگم بهشون، و برای شما آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که مردم در آرام ببینن ندن. با سپاس گزارم جناب آقای حسین رئیسی و بغدان که دعوت رو قبول کردید. ما لایف حقوقی رو خواهیم داد و در خدمت آقای رئیسی به زودی دوباره خواهیم بود. این لایف هم سیو، هر جا که هستید دارم در امنیت.